رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار ممنوعیت فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها شد. همزمان با بحث استیضاح وزیر علوم ایران، آیت الله علی خامنه‌ای هشدار داده که نباید آرامش دانشگاه‌ها مختل شود، چون در غیر این صورت حرکت علمی کشور متوقف می‌شود. آرش سیگارچی به این موضوع پرداخته. نقطه ثبات هنوز نرسیده است. توصیه های رهبر جمهوری اسلامی ایران به جمعی از اساتید و مدیران دانشگاه های ایران. من خواهش میکنم از مدیران دانشگاه ها و مسئولان گوناگون مدیریتی دانشگاه رو مرکز جولان سیاسی و تلاش ها و فعالیت های جناح‌های سیاسی قرار ندن. در حالی آیت الله علی خامنه ای با فعالیت جریان‌های سیاسی اعلام مخالفت می‌کند که در سال‌های گذشته حداقل در سخنرانی‌هایش از فعالیت سیاسی دانشجویان استقبال می‌کرد. مثلا این سخنرانی سال 88. بنده گفتم کرسی آزاد فکری رو در دانشگاه‌ها به وجود بیارید. یا این سخنرانی سال 91. میدان دادن به دانشجوس برای اظهار نظر، از اظهار نظر هیچ نباید بیمناک بود. در 8 سال دولتی محمود احمدی نژاد، سیاست‌های سختگیرانه وزرای علوم دولت او با اعتراض اساتید و دانشجویان همراه شد. اما حالا به نظر می‌رسد آن وزرا سیاست‌های رهبر را در دانشگاه پیش می‌برند. این بار به صراحت از دولتی در گذشته انتقاد می‌کند. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه‌ها تبدیل بشن به باشگاه‌های سیاسی. کاری که در یک دوره انجام گرفت. از دولت خاصی اسم نبرده، اما به نظر می‌رسد اشاره او به دولت محمد خاتمی باشد، به خصوص که بارها از آن دولت انتقاد کرده. من پیغام دادم به آقای دکتر مونی برای دانشجو سفر تفریحی رو برام علمی فلان گذاشتن. به کجا؟ به خارج از کشور. خارج از کشور چیمون دوست داره؟ دانشجو بره خارج از کشور که چه بکنه؟ دیدار رهبر و دانشجویان در تیر ماه اتفاقی نیست. سال هاست که رهبر جمهوری اسلامی در این ماه با اساتید دانشگاه ها و دانشجویان دیدار می کند. دقیقا از بعد از وقایع 18 تیر 1378. آن سال درگیری در دانشگاه تهران به مجموعه اعتراضاتی تبدیل شد که از دانشگاه به سطح شهر رسید و یکی از بزرگترین چالش های جمهوری اسلامی شد. بعد از آن هر تیر ماه رهبر توصیه‌ای به دانشگاهیان می کند. اما سخنرانی امسال خامنه‌ای با بحث استیضاح وزیر علوم دولت همزمان شده است. رضا فرجی دانا در مدت وزارتش اساتید و دانشجویان محروم از تحصیل را به دانشگاه‌ها بازگردانده و به تازگی فاش کرده که صدها نفر وابسته به دولت احمدی نژاد از بورس تحصیلی سوء استفاده کردند. تعدادی از نمایندگان نزدیک به دولت قبلی حالا خواستار استیضاح او هستند. مشخص نیست عاقبت وزیر علوم ایران با سخنرانی امروز آیت الله خامنه ای چه می شود. آیا فرجی دانا عقب نشینی می کند و وزیر می ماند، یا روش خود را ادامه می دهد و در مجلس استیضاح می شود؟ و همه جانبه جامعه دانشگاهی. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.